بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز خود آغاز میکنیم از قسمت کانفیگریشن تلنت، قسمی که ما در صنف گفتیم تلنت چی هست و کدام پروتوکول است و چی کارایی را میکنه. در این ویدیو میریم و کانفیگریشن تلنت را در راوترهای سیسکو انجام میتیم. خب میریم از قسمت اولین کانفیگریشن ما که در راوتر یک و راوتر دو هست میخواییم کانفیگریشن انجام بتیم. اولین چیزی که باید دی دیاگرام هایی را که فعلا میبینین آی پی آدرس بتیم، کامپیوتر خود آی پی آدرس بتیم و یکی در کامپیوتر چطوری تلنت را فعال میکنیم. بعد از اون میریم و از داخل کامپیوتر ما داخل راوترهای ما تلنت میشیم. خب شروع میکنیم. اولین چیزی که میریم از قسمت راوتر یک ما شروع میکنیم، فعلا شما میبینین که تمام انترفیس های ما در اینجا داون است و به خاطر از این که انترفیس های خود اپ بکنیم میریم انترفیس فستر زیرو بر زیرو ای را اول اپ میکنیم و بعد از او آی پی آدرس را که در دیاگرام شما میبینین ما آی پی آدرس را میتیم. بعد از او که آی پی آدرس را دادین میریم انترفیس بعدی فستر زیرو بر یک آی پی آدرس ای طرف هم میتیم. IP آدرس 191.168.10.1 چون از کلاس سی است، سه خانش نتورک است و همچنان یک خانش هست است و اگزیت میگیم و اگزیت. حال میبینیم شو IP انترفیس بریف که تمام انترفیس های ما IP آدرس دارن، دو انترفیس که وصل است هر دویش IP آدرس دادیم و حالت هایشان هم اپ است. بعد از اینکه شما IP آدرس میتین اگر میخواین اینترنت را فعال کنین میریم میگیم لاین VTY 0 تا هر چقدر که باشه. فعلا راوتر ما میتونه 904 یا 905 یا نه لاین VTY را در عین زمان سپورت کنه. ما میگیم 0 تا 9 یعنی در عین زمان بتونه 10 نفر داخل می راوتر ما تلنت شوه. اگر بگویم 0 تا 99 به این معنی که 99 نفر میتونه در عین زمان تلنت شوه. پس میگیم بای دیفولت اینا از 0 تا 4 است، یعنی 5 نفر میتونن در عین زمان تلنچان. پس میریم میگیم از 0 تا 9 و همچنان چیزی دیگه ای که میگیم پسورد هر کسی که از لاین VTY داخل میشه یا از طریق تلنت داخل میشن سیسکو باشن و این پسورد را ازشان بخواید. در صورتی که اگر نو لاگین بگوین شما تلنت میشن اما بدون پسورد. خب این ما شما قبلا دستن گفتیم که چطوری میشه و اگزیت میگیم و انیبل سیکرت پسورد ما هم باشه سیسکو. انترفیس خود آی پی آدرس دادیم لاین وی تی وای و همچنان انیبل سیکرت سیسکو. شما میتونین به خاطر از این که هم یوزر نیم بخواید و هم پسورد نوشته کنین یوزر نیم ما مثلا می اگزمپل میگم احمد، پسوردش باشه طور مثال سیسکو. اگر میخواین زیاد مغلق بسازین میتونین بگین یوزر نیم احمد باشه پریویلیج 15 و پسوردش باشه همچنان سیسکو. انتر میکنیم و همچنان چیز دیگه که باید بگین باز دی صورت میرین در لاین وی تی وای 0 تا 9 باز میگین لاگین لوکال، یعنی لوکالی یوزر نیم و پسورد را که ما در اینجا انتر کردیم از ما بخواهیم. اگر تلنت ساده میخواستین همقدر که لاین وی تی وای را آی پی میتین، لاین وی تی وای را پسورد میتین و سیکرت پسورد برش میتین کافی است. پس میریم از اینجا اگزیت و اگزیت. میریم در راوتر شماره دوی ما، راوتر شماره دوی ما میریم در کانفیگریشن ترمینال انترفیس فست ان 0 بر 0 برش آی پی آدرس میتیم و آی پی آدرس رو میگیم یک سنادی است دا دو چون کلاسی است سی خانش نتورک میشه یکیش هست. ما در صنف گفتیم که دو راوتر وقت پوینت تو پوینت قرار میگیرن باید سبنت ای طرف با سبنت ای طرف از یک نتورک باشه اگر میخواین ارتباط بگیره. حالا از راوتر خود میریم از راوتر دو راوتر یک را پینگ میکنیم ببینیم برای ما شما ریپلای میته یا خیر. بله ریپلای میته و صحیح است. حالا در صورتی که میخواین کامپیوتر تا آی پی آدرس بتین شما میبینین که کامپیوتر ما فعلا آی پی آدرس شو باید بتیم 191.168.10.10 در
پکیت تریسر خب ما میتونیم گرافیکلی از او جای پی آدرس بتیم، ولی شما در قسمت جی ان اس 3 ببینین از کجا باید آی پی آدرس بتین، میرین میگین آی پی 192.168.10.10 طور مثال /24 و دیفالت گیتویش هست 10.1، انتر میکنیم و ای آی پی آدرس خود میگیرم. بعد از این که آی پی آدرس خود گرفت به خاطر تلنت کردن، حالا میریم از کامپیوتر میخواییم داخل راوتر تلنت چاییم. اولین چیزی که ما در صنف گفتیم که تلنت های کامپیوتر ما در واقع از سی ام دی میشن، که ببینین ما برتان این حال میگم در سی ام دی، وقتی که شما در سی ام دی کامپیوترتان میرین، سی ام دی کامپیوترتان باید است بای دیفولت وقتی میخواین تلنت چوین قبول نمیکنه کامند تلنت را. پس به خاطر تلنت شدن و ای که تلنت را در کامپیوتر خود فعال کنیم، به خاطر فعال کردن تلنت میریم در قسمت کنترل پینل، بعد از او میریم در قسمت پروگرام اند فیچرز، و در پروگرامز اند فیچر در این قسمت تون ویندوز فیچر آن اور آف است، که بای دیفولت کامپیوترهای شما از قسمت سی ام دی داخل راوتر تلنت شده نمیتونه، باز میرین از اینجا تلنت را فعال میکنین. و وقتی که تلنت را فعال کردین، تلنت کلاین یا تلنت سرور فرق نمیکنه، هر دویش تک مارک میکنین و اوکی میگین. حالا شما میتونین از کامپیوترتون داخل راوتر تلنت چین. البته ای در دنیای ریال است، در جی ان اس 3 و پکیت تریسر ای کار ضرورت اصلا نیست. خب میریم در قسمت دیاگرام ما. یک موضوع دیگه که ما در جی ان اس 3 بعد مد نظر بگیریم است که بسیاری از کامندا در کامپیوترش کار نمیکنه، یعنی کامپیوتر که شما در جی ان اس 3 من حیث هاست استفاده میکنین، بعضی چیزایش بعضی کامندا است که اونها سپورت نمیتونن، مثل کامپیوتر که ما در سی ام دی داریم. من میخوایم در این ویدیو تو بگویم که در واقع پی سی یکی را که شما در اینجا میبینین، این در واقع یک کامپیوتر نیست بلکه یک راوتر است، اما ما آیکنش را چنج کردیم. شما میتونین برین در قسمت اینجا پی سی یک، پی سی یک را اگر بخواین من حیث یک کامپیوتر استفاده کنین، اول میرین میگین نو آی پی راوتینگ، نو آی پی راوتینگ، و بعد از او که میگن آی پی دیفالت گیتوی، یعنی همی کامپیوتر ما دیفالت گیتویش باشه 192.168.10.1 که دقیقا دیفالت گیتوی ما میشه. و همچنان چیزی دیگه که میریم باز انترفیس فستنت 0/0 که یک راوتر است، انترفیس فستنت 0/0 ازی است که به طرف راوتر رفته، ما میگیم ما میخواییم آی پی آدرس بتیم، باز میگیم آی پی آدرسش 192.168.10.10 باشه و 255.255.255.0. بعد از او میگیم نو شات داون و اگزیت و اگزیت. بعد زیکی رو نو شات داون کردیم و اگزیت گفتیم، آی پی آدرس میگیره. بعد از شما میتونین پینگ کنین 192.168.10.1 را بر ما ریپلای میده و میتونیم تلنت کنیم 192.168.10.1 را. یوزر نیم را که داده بودین از تان میخواد که احمد است، پسورد سیسکو. در صورت شما یوزر نیم و پسورد نمیدادین، فقط اینجا لاین وی تی وای از تان پسورد میخواست و خلاص. و دگال میتونین از داخل راوتر یک تان به داخل راوتر دوم تلنت چین. فعلا ما در راوتر یک هستیم. اگر بخواین تلنت چین، اول میگیم پینگ 192.168.11.2 بر ما ریپلای میده و بعد زو میتونین بگین تلنت 192.168.11.2. میبینین که بر ما در اونجا پسورد ست نکردیم. چرا؟ به خاطر ازی تلنت نتونستیم شیم که لاین وی تی وای پسورد ندادیم. به خاطر ازی که تلنت چوین، میرین میگین لاین وی تی وای ای راوتر ما را از 0 تا 9 میگیم و دیگه چیزی که پسورد شما مثلا میگیم سیسکو باشن و لاگین و اینیبل، به خاطر که از یوزر مود به پریویلیج مود رفته بتونه، یا بعد سیکرت پسورد بتین یا اینیبل پسورد. حالا میریم در اینجا میگیم ما از راوتر یک هستیم، میخوایم در راوتر دو تلنت چوین. این میبینین که تنها یوزر نیم میخواد که سیسکو برش نوشته میکنیم و داخل راوتر دو شدیم. یادتان باشه که شما هیچ وقت نمیتونین مستقیم از راوترتان که در اینجا هست تلنت چوین به اینجا در صورت که راوتینگ پروتکل کار نشده باشه. چرا؟ به خاطر که راوتینگ پروتکل وقتی کار نشده باشه، یک کامپیوتر نمیتونه از لن خود بیرون برن. پس ببینین وقتی که ما الان بگیم پینگ 192.168.11.2 بر ما ریپلای نمیده، وقتی که ریپلای نداد طبعا که ما تلنت شده نمیتونیم. بازی که ما و شما پسان راوتینگ پروتکل کار میکنیم و شما دایرکتلی میتونید از این پی سی تان داخل راوتر سویچ و دیگه راوترهای دیگه فایروال شوین، او باز گپ پسان است که ما و شما میخوانیم. خب این بود از ویدیو امروز ما و درس امروز ما که بالای کانفیگریشن تلنت بود. تا درس بعدی، الله یار و مددگارتان.